در بخش پایانی مسابقه این هفته هستیم. سه شرکت کننده عزیزی که به این بخش راه پیدا کردن یک بار دیگه خودشون رو برای شما معرفی میکنن. آقای شماره یک، بهرام دردوز. آقای شماره دو، کریم چاله‌زنختان. آقای شماره سه، مراد هنگفت. در این بخش فیلم سینمایی انیمیشن فوتبالیست ها رو پخش میکنیم برای شرکت کننده های در مسابقه. میبینن، برمیگردیم، سوالات رو مطرح میکنیم. بفهم ایزاوا نتونه چلاشو بگیره. کن ندن، هیچ کدوم اتما نمیتونید جلوی من رو بگیریم. جلو تو میگیرم. فکر کرده این بار پاک روی که مغلوب میشه. خب برگشتیم به استودیو، سوالات رو مطرح میکنم. آقایون دستا روی زنگ باشه. سوال اول، توی فیلم تماشاچی ها چی کار میکرده؟ آقای شماره یک، بفهم. فوش میدادن به بازیکنهای حریف و داور. آقای شماره دو، راست میگم گفتم. عزیزم بس کن دیگه، با هم جر و بحث نکن. ببخش. خیلی، همونی که تو فیلم بود. بله. داخل فیلم همه تماشاچی ها تیم مورد علاقه خودشون رو تشویق میکردن و به داور هم کوچکترین اهانتی نمیکرد. تمام شد، بحث نداره، بحث نکن با من. یکی یه چراغ خودتون رو خاموش کن. به، تمام شد. سوال بعد، بازیکنی که سفید پوشیده بود در دقیقه 19 بازی چه حرکتی زد؟ آیا شماره سه بفهمید؟ حرف مف زد به داور. من نمیدونم اصلا این چه کاری، یکی نیست به این بازیکن میگه آقا بازی تو بکن دیگه، چیکار به این کارا داری اینقدر دنبال حاشیه‌ای، فوتبال تو بازی کن دیگه. عزیزم اینی که تو فیلم بود بگو. اینجا شما هر کدومتون اگه بخواین همین جوری سقرا کبرا کنید که اصلا تو نصف شب ما باید وایسیم در خدمت شما باشم. همونی که تو فیلم بود. تکل زد. حرف مفت زد. تکل زد. حرف مفت که نمیزنن که. تکل زد. یه کار کرد. همونی که تو فیلم بود. تکل زد. خیلی خوب. میریم سوال بعد. البته من اینجا باید یادآوری کنم. امیدوارم که بساط این حرفای زشت، رکیک و این فرهنگ ضعیفی که بعضن بین تماشاچی هست از بین بره به زودی. آقای شماره یک بفهم. الان فدراسیون داره زیربنایی کار میکنه و به زودی بساط این دلالی و فوتبال ناپاک و بازیکن سالاری برچیده خواهد شد. این شد. تمام شد. خوش آمد. شما اون چراغ تو روشن کن. دست شما درد. خودت هم بگو از کی بپرسم. اینقدر قشنگ گفتی. از آقای شماره دو بپرس. آقای شماره دو، گوشت با من. بله. مربی تیم سفید توی رخکن به بازیکنانش گفت فوتبال ما به چی احتیاج داره؟ فرهنگ مناسب. باریکل. کسانی که مطالعهشون بالاست همجور را بیفتن بیان توی برنامه. برکر فرهنگ مناسب. ده امتیاز بگی. شما هم چراغ تو روشن کن. شما آقای شماره سه بفرم. ببخشید آقا، واقعا چقدر زیبا گفتن. واقعا فرهنگ بین تماشاچی و بازیکن ها اینا خیلی مهمه آقا. اصلا وقتی میان باید فرهنگ رو رعایت کن. بسیار عالی. چقدر ما خوشحالیم بعد از چندین مسابقه سه تا شرکت کننده به این با فرهنگی رسیدن به فینال. ما کیف میکنیم، شما هم کیف کنیم. بسیار عالی. خب از شما یه سوال میپرسم، حالا که گفتی زیبا هم گفتی. نام تیم سفید توی فیلم چه بود که کلی طرفدار هم داشت؟ بفرمایید، خودت دارم میپرسم. بگو. میخداران راستقامت. آیه شماره یک، بفهم. میخداران راستقامت پرطرفداره؟ برو با ببخشید آقا، سه تا چراغاشو خاموش کنید بزنید. دست شما درد نکنه. آیه شماره سه، بفهم. باشه، اصلا بینا اولا که اصلا معبود نیست چراغ ما روشن بشه یا خاموش بشه، بعدم میگه تو نکنه طرفدار تیم زیبدوزانی. آره. آیه شماره دو، از قیافه کج کلش معلومه. دم دروازه میدن عدس پلو، میخداران تیم تو وردار و برو. زیبدوزای لای خود، زیبدوزای لای خود، زیبدوزای لای خود، زیبدوزای لای خود.
قیچی تیز و شانه مربیتون شکل اورانگوتانه. چی گفت؟ زیب دوز حیا کن مساغر رو رها کن، زیب دوز حیا کن مساغر رو رها کن، زیب دوز حیا کن مساغر رو رها کن. شما تیم نیستیم، بیف فرها همینه عزیزم. آقایون آقای توجه بفهم، بحث نکن، بحث نکن شما با ما. آقای انگو این که نمیشه اینجا وایساده، هی شما اره میدی اون تیشه میده اینجا. دوستان توجه بفرمایید، این هولیگانا هی را نیوفتن بیان تو این برنامه. چراغش خاموش شد این میخیا اصلا اینا فرهنگ نداره، اینا تو هفت آسمون یه ستاره نداره. اومده بابا دعوا کنه، بابا بس کنه. و کی بود؟ عزیزان، دوستان عزیز، بینندگان محترم، همجور راه میفتن میان تو برنامه همدیگر میزن. این میگه من میختارانم، میگه من چه قامتانم. من البته امیدوارم به سهم خودم که و مطمئنم از این بابت که ما فرهنگسازان ما قطعا فرهنگسازی میکنن و این وضعیت نابهنجار طرفداری در مملکت ما به زودی از بین خواهد رفت. مشکلی هم نداره و حل خواهد شد. خدا یار و نگهدارتون باشه. به برنامه هنر هفتم توجه بفرمایید. متشکرم. بریم بخشی از این فیلم رو ببین. بگم اینو سیدو ترسید همینجوری نگاه میکرد دیگه. آقا تو آقا نرفت زنی تا هم یه بادای کنی داره دو تا تونو میزرم زیب دوزایی لای خود زیب دوزایی